یک مقام ارشد فلسطینی روز چهارشنبه گفت ما تسلیم باجخواهی پرزیدنت ترامب مبنی بر قطع کمکهای مالی نمیشویم هنان اشراوی مقام فلسطینی گفت پرزیدنت ترامپ خواست فلسطینیان برای صلح و آزادی و عدالت را تخریب کرده است او گفت رئیس جمهور آمریکا چطور میتواند فلسطینیان را برای عواقب اقدامات غیرمسئولانه خود سرزنش کند جزئیات بیشتر در برگردان گزارش مایکل براون روز سهشنبه پرزیدنت ترامپ توییت کرد که اورشلیم یعنی سختترین بخش گفتگوها را از روی میز مذاکره برداشته است و اضافه کرد وقتی ها حاضر به گفتگو برای صلح نیستند چرا ما باید این مبلغ کلان را به آنها بپردازیم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت ایالات متحده آمریکا ممکن است کمکهای خود را به آن دسته از های سازمان ملل که کمکهای بشردوستانه به فلسطینیها ارائه می کنند قطع کند I think the president... من فکر می کنم پرزیدنت ترامپ اساسا گفته است نمیخواهد هیچ گونه کمک مالی را تا زمانی که فلسطینی ها پای میز مذاکره بازگردند ادامه دهد. قطعنامه مجمع عمومی کمکی به این وضعیت نکرده. ما سعی می کنیم در مسیر صلح حرکت کنیم. اما اگر چنین نشود پرزیدنت کمک ها را ادامه نخواهد داد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید ایالات متحده آمریکا با برسمیت به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و جا به جایی سفارت آمریکا به تلاویو از مذاکرات صلح کنار کشیده است مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه گذشته با اکثریت آرا به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا را رد کرد